حالا چطور با اوضاع میخوای کنار بیای؟ هنوز روپام الحمدلله. میدونی ستار، بعضی وقتا یه تصمیم کوچولو میتونه زندگی آدم رو تغییر بده. اون روز که علی میخواست امتحان کنکور بده خواب مونده بود. من با موتور رسوندمش. ستار اگه 2 دقیقه دیر کرده بود، فقط 2 دقیقه، نه توی دانشگاه با مستانه آشنا میشد، نه عاشقش میشد، نه سر کله آیدین و خانواده تیمسار پیدا میشد، نه اتفاقی میافتاد. ستار اگه اون روز من با موتور نمیرسوندمش هیچ اتفاقی نمیافتاد. خیلی سخته، دردناک هم حق با توه. من خودم وقتی پدرم به رحمت خدا رفت تو 6 ماه اصلا تو حال خودم نبودم. ولی احمد جان تو یه سری مسئولیت هایی دیگه هم داری. فکر میکنی یادم میره؟ لازمه تو یادم بندازی؟ آره فکر میکنم لازمه احمد. تو 1 هفته از قرار اعلامیه چاپ کنی بهم بدی ولی ندادی. برای چی اینقدر تأخیر؟ احمد ما همه زندگیمون مبارزمونه. تو فکر میکنی آخه این درسته؟ ما مشکلات خانوادگیمون رو قاطی کارهای مبارزاتیمون کنی؟ ستار! همین الان که داری منو تو صحبت میکنی علی رو تخت سرخونه افتاده. با تو داری نصیحت هم میکنی از مسئولیت های سیاسی اجتماعی من حرف میزنی؟ لا اله الا الله. احمد این من کشتمش. این کارا چیه میکنی؟ ببخش ستار، اصلا حوصله گوش کردن نصیحت رو ندارم. یه دونه چسب زخم از اون طبقه بردار بهم بده. چت شده مگه؟ ستار بهت میگم یه دونه چسب زخم از اون طبقه بردار بهم بده. سلام زهرا، هنوز بیداری بابا؟ بگیر بشین. خواهش میکنم. مادر بیدار بود؟ نمیدونم.
ولی چراغ اتاق خاموش بود. دستت چی شده؟ هیچی، داشتم تو داروخونه جعبه ها رو جا به جا می کردم که یا دستم گیر کرد لای در. راه‌های زیادی هست که آدم میتونه به خودش صدمه بزنه. زهرا تو حالت خوبه؟ قشنگه. نه، نشستن اینجا تو این ساعت. آره، یه چیز رو در مورد علی میشه گفت. وقتی تو اومدی خواستگاری بیشتر از هر کسی از نظر علی میترسیدم تا بابا مدایی. میدونی من خیلی دوستش داشتم، دوستش حساب میبردم، بیشتر از اون چیزی که به روش بیارم، بیشتر از هر چیزی. اینجا چی کار میکنی؟ نمیدونم. تیمسار کجاست؟ یه قرص بهش دادم خوابید. بیچاره از دست وایتین داره سکته میکنه. میشه یه قرصم به من بدی؟ آدم گاهی تو حکمت خدا میمونه. نمیخوام سنگ دل بشم، ولی شاید صلاح تو این بوده. صلاح من تو این بوده. عمو اینو گفته. آقای زیایی، علی دیروز ساعت چند اومد؟ ساعت 7:30. هیچ چیز غیر عادی نگفت؟ اینکه در تعقیبش بودن دشمناش یا قاچاقچی‌های مواد مخدری که دنبالش بودن؟ نه، اون مثل همیشه تو خودش بود، خیلی طبیعی، مثل همیشه. بشین. زهرو بشین. ما دنبال جزئیات ریزی هستیم که باعث این حادثه شده. چیزایی که ممکنه شما ضعفیه که دو روزه آینده فراموشش کنید. سب کن احمد. بچه که بود وقتی نگران عصبی میشد نگاهش یه جور خاصی بود. اون روز آخری هم دم به در منو همونطوری نگاه کرد. ولی این فقط یه نگاه بود. کوچکترین چیز میتونه به ما یه سرنخی بده. آقای زیایی، شاهدای یه ماشین بلیزر رو وقتی حادثه اونجا دیدن. احمد، میدونی تو این شهر چند تا ماشین بلیزر وجود داره؟ نه آقای زیایی، نمیدونم چند تا بلیزر وجود داره. فقط اینو میدونم که یه ماشین بلیزر وجود داره کرم رنگ و که اتفاقا رانندش هم آقای آیدین بدره. شنیدم قبلا زندان بودی. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من فقط دارم میپرسم. بله آقای زیایی، 3 سال پیش به جرم سیاسی زندون بودم.
اقدام علیه امنیت ملی. این باعث میشه قاتل علی پیدا بشه؟ فقط دارم میپرسم آقای زیایی. روز حادثه کجا بودی؟ احمد یعنی چی؟ خیلی عجیبه آقای زیایی. شما دارید ما رو بازجویی میکنین؟ اشکالی داره ما دنبال قاتل بگردیم؟ احمد تو رو خدا ول کن. از وقتی چشمم بهت افتاد فهمیدم زندانی بودی. زندانی ها هیچ وقت فشار روحی رو از دست نمیدن. تو کتفاش رو نشست میکنه. آقای زیایی، ما تازه عزیزت دست دادیم. این اون فشاریه که روشونمونه. نه، اون تو دلته. فشار عصبی روشونه ها از اثرات زندونه. با اینکه اینو تو دلم هم حس میکنم، ولی عقلم میگه بازپرس قتل از بزرگترین مدرک جرم، ماشین بلیزر، آیدین بدر داره چشم میپوشه. الو. بله. آیدین بدر اومدم قربان. خوبه. چشم نپوشیدم. همه چیز به نوبت. میتونی بری دم در وایسی تا ببینی برای ما فرقی نمیکنه. تو یا آیدین بدر. اونم داره میاد اینجا. با اونم صحبت میکنم. سخت میگیرم، خیلی هم سخت میگیرم که حرف و حدیثی توش نباشه. ولی الان نوبت توه. احمد، نکنه شما فکر کردی من به علی صدمه زدم؟ علی صدمه ندیده، مرده، کشته شده. ولش کن. باشه. وقت حادثه شما کجا بودین؟ داروخونه آقا، شاهدم دارم. این خیلی خوبه. آروم باشین. فعلا که مادر مرحوم علی صبوری خونه تنهاست، منتظره تا پسرش برگرده. بیچاره مادر. بسیار خوب آقای صالح زاده. بسیار خوب. بریم زهر. آقای صالح زاده، به من حق بدین. یه قطع اتفاق افتاده، باید سختی باشه. بعدن معلوم میشه آقای زیایی. بعدن معلوم میشه. البته من به خانواده مقتول چندان مشکوک نیستم. یه سرنخ‌هایی به دست اومده، باید بررسی بشه. هنوز قطعی نشده. تو محله‌ای که شما زندگی میکنید یک باند توزیع مواد مخدر است که ما خیلی وقت دنبالشونیم. باید ببینیم چه رابطی میتونه با این قضیه داشته باشه. اجازه میدیم بریم؟ بفرمایید. تمام مواد دست خودشونو بعد اینگه بانده مواد مخدر. بابا اینجا. خب بذار بشنون مگه چی میشه؟ با منی؟ چش تو چش شدن آدم های نامرد کراهت داره. بریم زهرا. ببین تو چشات چپه. آره قطعا چشات چپه. الله اکبر. برو. بریم زهرا. جسارت شده آقای بدر. تو روی پدر من چجور میخوای نگاه کنی؟ شاهدات که همه مست بودن، نشونی هایی که میدادن همه چرت و پرت بود. اصلا کی من اون هول و هوش دیده؟ حالا هر که تو خونه ننش قهر میکنه میاد یه زرت و زورت میکنه تو باید منو زاوره کنی؟ گفتم با خبرتون کنم. آقا تو منو با این شاهدات روبرو کن. اصلا ببین منو میشناسن. باشه روبرو میکنم. بفرمایید. بیای تو. خوب نگاش کن. ببینی آقا رو میشناسی؟ خودش قربان. خود ناکسش. این نمیده چه آدم بزرگی کشته. تو چی؟ میشناسیش؟ من اون روز عینکم عمرام نبود.
درست ندیدم. قبلا خدمت تو عرض کردم. تو دیدیش؟ من اصلا اون روز اونجا نبودم. تو میشناسیش؟ نه اصلا شبیهشون نبوده. تو هم ندیدیش؟ نه قربان اصلا نبود. مطمئنی؟ بله. نگه پام ببرشون. خوبه منم مطمئن شدم که کار تو نبود. یه ماشین دمه در وایستاده که میرسونه تو خونه. نیازی نیست من خودم میرم. هر جور خودت دوست داری. اصلا قاتله رو بگیرن. گفتم من میشناسمش، غریبه نیست. سر دنبه رو میذارم تو دستتو. خب برو دیگه، برو پایین. چی؟ گفتم برو پایین. برو پایین ببینم. جدی میگی؟ برو این چرت و پرت رو دوباره بهشون بگو. باش. از 80 نفر بازجویی کردیم که 30 نفرشون تو محل حادثه وجود داشتن. به تلاشتون ادامه بده. میدونم سخته. از آیدین چی؟ از آیدینم بازجویی کردید؟ متاسفانه بله. برای ما فرقی نمیکنه. من از همون روز اولم اطمینان داشتم که اون هیچ ربطی به این قضیه نداره. نه مدرکی، نه شاهدی و نه انگیزه ای. ولی شاهدا که خیلی بودن. مردم وقتی پای جنازه جمع میشن گر منو خیلی حرفا میزنن، ولی وقتی پیش قانون بیام باید منطقی حرف بزنم. میشه یه چیزی من از شما بپرسم؟ آیدین چه دلیلی داشته علی رو بکشه؟ آیدین مگه برای کاراش دلیلم میخواد؟ آیدین بی دلیل منم کتک میزنه. دعوای خانوادگی رو شما با مسائل قضایی قاطی نکنیم. البته ما به جای خوبی هم رسیدیم. یه باند مواد مخدر که احتیاج به یه جراح داشته سراغ علی رفته، اونم قبول نکرده. من تا 48 ساعت آینده مدارکی که ارائه میکنم در این زمینه که... ببخشید با اجازتون من میرم. این روزا عصبی تر از اونم که این حرفا رو بشنوام و جوابی ندم. شما ناراحت نشین آقا، جوونه. جنازه رو تحویلشون ندی. به این تیمسار میخواد تو مقبره خانوادگیشون دفن کنن. یه مراسم مفصل هم درش بگیریم. خودم هم سخنرانی میکنم. قاتل کی معرفی میکنه؟ احتمالا فردا. کی هست؟ قاتل 3 نفر کشته. همین الان حکم اعدامش در اومده. تونستیم با 20,000 تومان قطر رو به گردنش بندازیم. پسر احمق ارزه یک کار درست حسابی رو نداشت. من نمیدونم چرا با یه اراذل را افتاده رفته. اگه نمیرفت من توی همه درد سر نمیافتادم. جوونه دیگه آقا، هیجان لازم داره. فقط نمیدونم شما چرا از اون اولین کار رو به من نسپردین. گفتم شاید از عهده این کار بر بیاد. فکر نکنه تحویلش نمیگیرم. گفتم یه بارم بازیش بدم که فکر نکنه همش از مستانه حمایت میکنم. نره سراغ این دختر رو اذیتش کنه. وقتی اون روز دمه در برای آخرین بار اونجور من رو نگاه کرد،
حس کردم داریم در دو جهت مخالف از هم دور میشیم. وقتی فکرشو میکنم ناخواسته دلم میسوزه، چون نمیتونم جلوی مادر براش گریه کنم. علی عزیز من، فقط میخوام یه بار دیگه ببینمش. دمت. اون فقط 27 سالش بود. من کشتمش، خوب کاریم کردم، حقش بود، اون داشت منو کشته بود. آبه دکتر گفتیم یکی از بچه های ما تیر خورده، بیا عملش کن، پول خوبی هم توش هست، اما گوش نداد، اونم مرد. حیف بود داشت من بود، خیلی لوتی بود، خیلی مرد بود، خیلی خوب بود، حیف بود. منم انتقام گرفتم، 1000 دفعه دیگه این برنامه پیش بیاد همین کارو میکنم، میکشمش، خوب کاری کردم. شما سوالی ندارین؟ ما؟ نه، اگه به کسی بر نمیخوره ما بریم آقای زیهی. پس با من در تماس باشین. اگه زنده موندیم حتما بریم زهرا. مستان خانم بفرم. شما بلیزر کرم دارید؟ کرم دست دارید؟ نستم با باشه، ما بلیزر کرم داریم. آره کرم داریم، آخه ما تو کار مواد مخدریم خانم. بلیزرم داریم. راستی خانم، هر موقع با ما کار داشتید ما همین جاییم، فقط کافیه به اینا بگید جلدی میایم اینجا. بابا مگه چی کار کردم؟ حرف بدی نزدم دیگه که. بریم زهرا. آقای سالیزاده یه لحظه. زهرا خوبی؟ حالم داره از حرفشون با هم میخوره. بی بشه اینجا یه دقیقه. مسخره است، خیلی مسخره است. به این مرتیکه زیایی میگم جنازه رو تحویل بده، میگه جناب تیمسار گفته نمیشه. آخه مگه میشه مرده روی زمین بمونه؟ میدونستم از جنازه داداشم هم نمیگذره. حالا نتیجه چی شد؟ هیچی مستن خانم، میگن عموی محترم شما گفتن جنازه علی رو میخوان تو مقبره خانوادگی خودشون دفن کنن. پاشو بریم، پاشو تو آروم باش، درست میشه. مقبره خانوادگی. دست از جنازه‌شم بر نمی‌دارن. اصلا نمی‌فهمم منظور تیمسار از این کارا یعنی چی. می‌خواد مقبره خانوادگیشو به رخ ما بکشه؟ ببخشید محسانه جون، ولی به خدا دیگه نمیتونم تحمل کنم. اشکالی ندارم، من میفهمم. مستان خانم، من نمیخوام بهتون توهین کنم یا خدایی نکرده حرفی بزنم که بهتون بر بخوره، ولی حق علی نیست تو زمینی دفع بشه که معلوم نیست موقع خریدنش پولی رو که دادین تو شبهه وجود داشته یا نه. البته مستان خانم، من منظورم اصلا شما نیستین، میفهمین که؟ بله میفهمم. خدا کنه این خبر رو داییم نفهمه، اگه بفهمه واویلا میکنه. فقط دعا میکنم که باد خبر مرگ علی رو به گوش دایم نرسونه. لا اله الا الله. من میرم پیش سیاوش، شاید اون بتونه جنازه رو پس بگیره. من خودم با تیمسار صحبت میکنم،
اگرچه مطمئنم که اون قصدش فقط کمک کردن بوده. میفهمم. من به تیمسار میگم خانواده علی میخوام برای یه روزم که شده با اون مرحوم خدافظی کنن. بفرمایید، خواهش میکنم. بعد خودشون میارنش توی مقبره خانوادگی خانوانه، بعد دفنش میکنن. کاش نهار میموندین. نسیه وشخان عجله دارم، زهر حالش خوب نیست. حق دارن. فقط خواهش میکنم وقتی اون مرحوم رسید دستتون، خیلی سریع مراسم خاکسپاری رو انجام بدین تا مشکل خاصی پیش نیاد. باشه، حتما، به امید خدا. دایی علی میدونه؟ میدونه. اینجا نیست. قاعدتا اگه میدونه سالا باید میومد. کاش خودشون رو بهش یه جوری خبر میدادین. نگران اینم که یه وقت عکس العملی از خودش نشون بده که برش درد سر درست کنه. سیاوش خان، اون هر کاری بکنه حقش. کاملا درسته. منم برای همین نگرانشم. فعلا با عزتون. خوش اومدید. خداحافظ. خدا نگهدار. برای شادی روح تازه گذشته علی صبوری، الفاتحه هم از صلوات. تسلیت میگم. Yeah.
آروم باش دایی، آروم باش. مادر جون، مادر جون، کجا میخوای بری؟ برم خونه. بچه‌م علی بیاد ببینه خونه هیچ کس نیست، دلش شور میزنه. تازه شامم براش نپختم. صبر کنید خودم میرسونمتون. نه مادر، دیرم میشه، باید برم. بچه میاد دلش شور میفته. مادر اگه صبر کنید قول میدم خودم برسونمتون. تازه من به علی گفتم که ممکنه یکم دیر بیه. نه دیر میشه، من میرم. سیاوش برو کنار تو. یا با هم میریم کنار یا با هم میمیریم. مثلا هیچ ربطی به تو نداره. به منم ربط. برو کنار. چرا نذاشتی؟ چرا؟ مراتب تأسف و تعلم منو بپذیرید جناب بدر. آدم این همه آرزو برای اولاد داشته باشه، اون وقت در عرض کمتر از یک ماه عروس و داماد آینده آدم اینطوری. خیلی سنگینه، جدا متاسفم. بزرگی میگفت اگر بپذیری که خواهی مرد، شاید دیگه اینقدر جاه طلب نباشی. بله همینطوره. <تص->
بیکاری و تنهایی بد دردیه. وقتی آدم اولاد داشته باشه سرگرم زندگی خودشه نه دیگران، وقت آدم فکرهای ناجور به سرش نمیزنه. سلام. سلام. مستان خانم، تسلیت عرض میکنم، جدا خیلی متاسف شدم. با اجازتون. خب من از حضورتون باید مرخص بشم. تا یادم نرفته این امانتی رو بدید به آقازادتون، گویا مال ایشونه، جایی جا گذاشته بودن. بهتره بگید که بیشتر جانب احتیاط رو رعایت کنن. دست پلیس افتاده بود، زیاد خوشایند نبود. همونطور که قبلا گفتم داشتن اولاد درد سرای خاص خودشو داره. با اجازه. زیاد مطمئن نباشید، از این نوع کیف خیلی زیاده. حق با شماست، ولی کارت شناسایی آیدین بدر میتونه مدرک محکمه پسندی باشه. با اجازه. با اجازه مستونه خانم.